سید هادی میقیصری هستم، متولد 1364، متولد قم هستم. تای دو چون یه رشته رزم شرقی بود و ترکیبی بود، چون هم بوکس حرفه‌ای داره، هم کاراته قاتیشه، هم کشیگر قاتیشه، هم جودو داره، هم دفاع شخصی آکیدو داره. و چون هم قبلا هم آکیدو کار کرده بودم، اما کوکوشین کار کرده بودم، بوکس هم کار کرده بودم، همه رشته رو تقریبا من امتحان کردم و بعد رسیدم به این رشته. دوستی من با آقای میرقیصری حداقل 15 ساله. آقای میرقیصری هم اون موقع خب خیلی مدرکای کشوری داشتن، خیلی مسابقات کشوری ها داده بودن و خیلی مسابقات رو برنده شده بودن. ما خیلی استفاده میکردیم از آقای میرقیصری، چون رشته دای دوجوکو یه رشته آزادی بود که هر رشته‌ای نمیتونست بیاد توی دای دوجوکو، ولی از رشته دای دوجوکو خیلی از بچه‌ها میتونستن برن رشته‌های دیگه مبارزه کنن. به خاطر همین دای دوجوکو یه جورایی حرف اولو میزد. ۸۲ ۸۳ فکر کنم از مسابقه دادن شروع کردم. موقع رفتم تهران بود با یه اختلاف خیلی زیادی فکر کنم اول شدم. بعد رفتیم کشوری که اول رفتم فکر کنم سوم شدم، بعد دیگه اول شدم، بعد فنی ترین فایتر ایران شدم، بعد دوباره اول شدم، بعد یه دومی یا سومی. هم باید کار میکردم هم باید درس میخوندم. سر کار چند بار دستم داغون شد متاسفانه و پام داغون شد، دیگه به سختی میتونستم ورزش کنم. گفتم خب بیام تو پرواز و پروازی از سال 1389 شروع کردم با امید خدا. یکی از دوستان بود، مربی کشتی بود، گفتش سید پاشو بیبریم فلان جا کلاس دارم، بیبریم نگاه کنیم ببینیم چجوری کی هستش، بعد شاید یه پرواز دو نفرم داشته باشیم. که رفتیم اونجا هم هوام خوب نبود، ولی ظاهر بالا نگاه کردم و بعد ثبت نام کردم، خوش آمد ازش. همین قم تمرین میکردیم، تقریبا ما که جزء نفر اول تو قم تقریبا حساب میشیم، خیلی اصلا تو قم اصلا نبود، تو جای دیگه هم به این صورت اینترنت و فضای مجازی نبود که بتونه آدم بتونه بگره پیدا کنه. اومدیم تهران، تهران هم که چیز دستمون رو نگرفت، بازمون خطای زیاد، خیلی زیاد و علم پروازی ما نداشتیم. الان تقریبا یه 7-8 سالی هستش که مربی ها خب خودش تو بین المللی حتی حرف رو گفتن دارن، تعارف اصلا نداریم.
الان بچه‌ها تو بهشتن، یعنی هنرجو که میاد تو بهشت قشنگ میتونه سرچ، یه سرچ ساده تو اینستاگرام میتونه بکنه یا تو وب میتونه انجام بده، بهترین مربی رو خیلی راحت توی نصف روز میتونه پیدا کنه. ما متاسفانه چون پیشگام بودیم، نبود کسی نبود که بخوایم باش حرفه‌ای کار کنیم. پاراگلایدر دیدم ماشین اذیت میشه، بخوام برام بالا کوه برام بیام. بعد خیلی وقتا میشد باد یا کراب میشد یا باد از پشت کوه میشد، نمیشد پرواز کنی. گفتم خب پس چرا اون کارو بکنم، میرم پاراموتور سوار میشم. پاراموتور خوبیش اینه که شما باد از هر جهت که باشه میتونی پرواز کنی و از کف میتونی بلند شی. نیاز نیستش که از ارتفاع حدن با باد مخالف باشه بتونی به پرواز کنی. هر جهت باد باشه قشنگ پرواز میده و ارتفاعی هم که بخوای بگیری میتونی تا 7000 متر قشنگ از کف میتونی پرواز کنی. پاراگلایدر پاراموتور رو تمرینات زمینی میتونم، یعنی که رو زمین باید کامل بال رو باید بشناسی، وسیلت رو باید بشناسی. فردا نباشی که بخوای بری تو آسمون گنگ باشی، نفهمی آقا این رایزر چیکار میکنه، این دسته بریک چیکار میکنه، اگر مثلا یه سینک یا یه لیفتی به داد چیکار کنی، بفهمی بال رو باید بشناسی، خیلی مهمه. همه اینه که به نظر من شاگردای ما موفق هستن و شکر خدا هیچ کس ثانیه نداده و نخواهم داد، بیشتر به خاطر اینکه زمینی باشون خیلی کار میکنن. اصول پاراگلایدر و پاراموتور رو احتیاطه. شما اگر احتیاط کنی و طبق قوانین پیش بری، فوق‌العاده از میزان حادثه کاسته میشه. خیلی مهمه و باید با علم بری جلو. اگر با علم بری جلو، هیچ وقت هیچ مشکلی باید پیش نمیاد. خدا رو شکر استاد میرقیسری خدا سر راه ما گذاشت، استاد توانمند خوش اخلاق. بعد اومدیم خدمت ایشون، الان هم نزدیک به 2 سال پاش کار میکنیم. ورزش یه کم باید وسواس داشته باشی رو انتخاب استاد، یعنی یه چیزی آقا باید بدونی با کی کار میکنی که هی وقت تو هدر ندی، چون من این شهرها زیاد رفتم و کارآموز علاف میکنن دنبال پولن، ولی استاد میرقیسری اصلا آدمی نیست دنبال پول باشه. بعد به کسی هم که بخوای کاری انجام بده تا آخر صفت و صدشو نشون میده. قطره چگونی نیاد رودخونه جلوت، هر چقدر بتونی استفاده کن. آقا دستا تو بیشتر باید بدی بالا. تبحر و تخصصی که توی این زمینه داشت انصافا قابل تحسین هستش. تعهد، این واقعا اولویت سلامت کار هستش. اصلا ول نکرد ما رو، همه هم مقام بشم
به این بود که به هر حال سالم پرواز بشه، کسی صدمه نبینه. خب به خاطر همین هم یه مقداری قانونمندتر و تندتر و تنده، اصلا کوتاه نمیاد. دوست داشتم که لب دریا پرم، لب دریا پریدم و بعد دیدم که تا چشم کار میکنه آبه، یعنی یه منظره خیلی خیلی خوب بود که هنوزم که هنوزم اون منظره یادمه. بعد که میری بالا، حالا قهرمان کشورم که باشی، قهرمان دنیام که باشی، تو رشته رزمی هر چیزی، اون بالا حس میکنی که هیچی نسبت به این ابعادی که الان شما داری میبینی یه آدم نیست. یعنی واقعا آدم به هیچی بند نیست. میدونی که دریای بین عظمت، شاید بگم میلیاردها متر مکعب آبه و شما کلن یه متر و نیم قد داری. میفهمی که دنیا دست کیه. این بادی که مثلا قالب اون از شمال هسته، شاید بالا باد قالب اون بالا تو اون سطح مثلا 2000 تا یا 3000 تا یا 4000 تا شما قالبت برعکس باشه، بهم میگن وینشر و اینو باید شما باید بشناسی، ابر رو باید بشناسی. اول که میری تو ابر خیلی لذت داره و بعدش هم که وقتی از ابر خارج میشی انگار یه دنیای دیگه گید. بعد اولین چیزی هم که قشنگ روبروت میبینی همیشه آفتابه، آفتاب میبینی از رو ابر برات زد بالا. بعد یواش یواش اگه خواستی میتونی بری تو ابرا بچرخی، بازم نخواستی هم که میتونی بری ارتفاع بگیری یک کیلومتر دو کیلومتر، بازم بستگی به ارتفاع نوع ابرت داره میتونی بری و موتور خاموش کنی و حالت پاراگلایدری نم نم تا یک ساعت دو ساعت یواش یواش بیای تو پایین. یه بارم شده بود موتور خاموش شده بود، یعنی دکمهش خراب شده بود، گفتیم خوب اب نداره، توفیق اجباریه. تقریبا یه ساعت و نیم دو ساعتی تو همون تو ابرا من چرخیدم، میرفتم بالا میومدم پایین، میرفتم تو ابرا، اسمش رو گذاشتم ابر بازی، ولی خیلی خوب بود. یعنی اون خاموش شدن موتور باعث خیر شد که من یه تجربه پیدا کنم که کسی تا حالا پیدا نکرده. پای جنگل آره دیدم، توی گرگان رفتم پرواز کردم. تابستونش هم که واقعا شمال عالیه، بهارش هم عالیه، شمال خودش همه فصلش عالیه. زمستونش کویر هم خیلی خوب میشه، مخصوصا جای کویر وقتی بارون که میاد کلا انگار طبیعت زمین عوض میشه. مثلا همسان همینجا تابستون که میخوای بیای قهوه خیلی کم رنگه، ولی زمستون که میخوای چون بارون اومده روش بعد زمینم نرم‌تره، زمین تا آسمون منظرش فرق میکنه.
اینجا مکان آموزشی ماست که استانداری زحمت کشیدی و سپاه عرضم بزرگوارتون که اینجا رو برامون تدارکیدن با نظر کارشناسه مرتبط به خود همین ورزش و اینجا رو انشالله دارن مجوزی دارن میگیریم و گرفتیم تقریبا اینجا پرواز تفریحی دو نفره انجام میدیم و پرواز تفریحی یک نفره که مال خودمون هستش هم اونجا میتونن پاراگلایدر کار کنن بچه‌ها هم میتونن اینجا پاراموتور کار کنن خانواده‌ای هم که میان اینجا اکثرا برای دیدن کوه میان خیلیشون دوست دارن پرواز کنن میان اینجا مثلا خودشون تفریح پرواز میکنن و روزشون انشالله کامل میشه ما هم بتونیم یه قسمت کوچکی باشیم که این روز این دوستامون که اومدن اینجا به قصد تفریح رو بتونیم کامل کنیم تقریبا حدود 1200 نفر تا 1500 نفر پرواز تفریحی توی ما انجام دادیم طرف میتونه میاد بدون هیچ گونه محدودیت هم سنی هم جسمی مخصوصا میتونه بیاد پرواز کنه و من نفر اولی بودم که تو قمینو راه انداختم آدم حس میکنه که تو شادی دیگران سهیمه این خیلی مهمه که شما تعریف از پرواز کردن چی باشه و آدمی باشه که از شاد کردن دیگران هم خودت هم شاد بشی باشد آنی وسیله بهش میگن پاراتراک دو نفره هستش بزرگیش اینه که میتونید باش مسافر پرواز کنید با مسافر پرواز کنید حتی محدودیت هم برای این نیست لاستیکا مثل تقریبا یه هواپیمای دو نفره و سواک مونه که هر کسی با هر توانایی جسمی میتونه روی این بشینه و پرواز کنه همراه به خلبان هر کاری چیزی در میاری باید خرج این بکنی چون میخوای پرواز امنی میخوای داشته باشی باید همیشه تجهیزاتت به روز باشه همین موتوری که اینجا هستش هر 100 به 100 باید بره اوورهال بشه با هزینه های یوروهای بسیار سنگین یا این بال شما الان میخوای تهیه کنی 2000-3200 یورو حداقل پولشه و 100 ساعت هم بیشتر پرواز نمیده و ما همیشه هرچی در میاریم باید خرج این باید بکنیم بیشتر این وسیله رو برای جانبازا معلولا گرفتیم که نمیتونستن پرواز کنن اینو دوست داشتم و خیلی بدم میومد که خیلی از چون پسر خاله خودم هم جانباز بود و 70% جانباز بود قطعنخواه بود خیلی اذیت شد که تازگی هم شهید شد دوست داشتم دل اینا رو شاد کنم چون هرچی داریم ما از اینا هست تعارف نداره 25-6-99 پرواز حاجی آزادی از مجروحین جنگ به خلبانی استاد سیدادی میرقیصری ایشالله که پرواز خیلی خوبی داشته باشید
انشالله میتونم جبران کنم به خدا. جبران شده است، دست درد نکنه. شما 30 سال پیش داشت جبران کرد. حرکات آکروباتیک تو فیلم ها، شکر خدا همیشه ما کارم به فیلمه دیگه. بعد دیدم تو مسابقات جهانی دارن این حرکات انجام میدن که بیشتر بهش تو چرخش و لوپ بهش میگن و گرند اسلال بهش میگن و تو چرخش اومد و بعد دیگه سیستم پاور اتک اومد تو کارو دیگه اسپیدشون یعنی سرعتشون خیلی خیلی بیشتر شد، من خیلی خوش اومد و فهمیدم اون چیزی که تقریبا من میخوام. اومدم یواشاش تمرین کردم، تمرین 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 و همه فیلمامو چند بار نگاه میکردم. اسکای دایو خب از هلیکوپتر پریدیم، تقریبا فکر کنم ثانیه 60 متر بر ثانیه سقوط دارید. شمال بود پریدم، منطقه زیبا کنار و شوشتر خوزستان بود پریدم فکر کنم. این دو جا رو پریدم و دوباره میریم شمال میپریم. الان نسل بعد من خب خیلی فرق کردن. الان بچه‌ای که الان اومدن یک سال و نیم دارن کار میکنن، میبینم تقریبا 80% 90% کار رو دارن مثل من دارن جلو میبرن و منم همیشه سعی کردم کمک باشم، کمک کردم بچه‌ها، وسیله دادم، وسیله پوکید ولی بازم وسیله دادم. دوست داشتم اسم ایران بیاد بالا، حالا توی رزمی هم بودش که همین الانم بخوامم کافیه اراده کنم. آدم یه موجود عجیبیه، سن نمیشناسه، جسم نمیشناسه، درسته خیلی تاثیر میذاره ولی اگر کاری رو که بخواد انجام میده. مخصوصا ما تو دنیا میتونیم حرف رو گفتن داشته باشیم به شرطی که بخوایم.